سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر به هشتگ حرف مردم خوش آمدید. امروز هم نظرات و حرفهای شما و مشکلاتتون رو آوردم و بعضا حالا پیگیری هایی که انجام شده. خب اینترنت و مشکلاتش گویا هنوز به قوت خودش باقی هستش و اینترنت همراه بعضی از استان ها هنوز وصل نشده، علیرغم اینکه شما میبینید که الان اینترنت دارین، خیلی جا هستش که هنوز اینترنتشون وصل نیست و با مشکلاتی مواجهن، از جمله زاهدان که گفتن که اینترنت همراه ما هنوز وصل نشده و همچنان مشکل داریم سر این قضیه. طی پیگیری هایی که انجام شد توسط عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان گفته این خبر اعلام شده بوده و طبق گفته خودشون تاریخ مشخصی هنوز برای اتصال اینترنت توی این استان اعلام نشده. بله، گفتن که گویا هنوز این منطقه با مشکلاتی مواجهه که هنوز زمان مشخصی براش تعیین نشده ولی انجام خواهد شد، نگران نباشید. اما از بسته های اینترنتی هم که براتون بگم، بعد از اینکه اینترنت همراه ها قطع شد و وصل شد، وزیر ارتباطات گفته بود که بسته ها همون جور به قوت خودش هست و برمیگرده براتون، اما گویا چنین چیزی اتفاق نیفتاده، مثل اینکه همچنان مشکلات تمدید این بسته های همراه گوشی ها مشکل داره. حتی گفتن که قرار بوده که وزارت ارتباطات 10 روز بسته های اینترنتی رو تمدید بکنه، اما این کار رو نکرده. بله درسته، ما منتظر هستیم که وزارت ارتباطات پاسخ بدن، این اتفاق نیفتاده. ظاهرا هنوز مشکلاتی تو قطع و وصل اینترنت و همین چند روز پیشم خب بالاخره هنوز اینستاگرام دچار اختلال شده بود، حالا هست تا یه خورده یه ذره ثابت بشه و یه خورده زمان بگذره تا این مشکلات قطعا برطرف بشه. اما یک تصویری فرستادم از حکم قضایی هستش، میگه با اینکه این حکم رو دارم ولی من هنوز حقم رو دریافت نکردم. سال 96 بنده خدا توی یکی از شرکت‌های واقع در توی تهران فعالیت کرده، کار کرده، 6 ماه حقوقش رو پرداخت نکردن، شکایت کرده، تا یه همین حکمی که ملاحظه میفرمایید مطالباتش رو درخواست کرده، خب محکوم شده شرکت به پرداخت مطالبات به این شخص، ولی با این وجود هنوز هم توی پرداختم، میگه من رو دارن اذیت میکنن ولی هنوز پرداخت نشده. حالا انشالله که پیگیری ها همین طوری که ما داریم میخونیم میشنوند و پیگیری ها انجام میشه، ما هم انجام میدیم این پیگیری رو. اما از افزایش قیمت ها هم همچنان ما داریم، بعد از سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمتی که داشت همچنان گله و شکایت ها و ناراحتی هایی داشتن. دیروز هم حتی ویدیوهایی از حرف های شما رو براتون پخش کردیم، از افزایش قیمت شیر خشک گفته گلایه داشتن، میگه توی این ماه 2 بار افزایش قیمت داشته، حتی بعد از گرون شدن بنزین از 26 هزار تومان به 33 هزار تومان رسیده. خود 26 تومان یه دور افزایش پیدا کرده بوده، بعدش هم که 33 هزار تومان. میگه که مگر این کالا از طرف سازمان غذا و دارو حمایت نمیشه، چرا الان باید این اتفاق بیفته؟ درسته. خب اما از طرح معیشتی هم براتون بگم که گویا هنوز مشکلاتی رو دارن شهروندان ما، هنوز پیامک رو ارسال میکنن و همچنان اختلالاتی هست. از جمله این که میگه این پیام از وزارت رفاه برای من اومده، برای من میگه که کمک معیشتی واریز شده اما برای 2 نفر واریز شده، در حالی که ما 3 نفر هستیم. حالا الان چرا این اتفاق افتاده؟ طبق این پیام سندیتشون برای ما ارسال کردم، اما همچنان مشکلات ثبت نام گویا به قوت خودش هست. سوالات ابهاماتی داشتن شهروندان، گفتن که پیامک میدن وزارت رفاه، باید 24 ساعت بعد پیامک جواب ما بیاد، ولی این اتفاق نیافتاده، جوابی رو ما دریافت نکردیم. اما از مشکلاتشون گفتن دو خرج و مخارج که همچنان میگه من ماشینم پرایدی هستش که با بالاخره با همون کار میکردم رو و مستاجرم هستم، چطوری میشه من با این حجم خرجی که دارم و این درآمدهایی که بالاخره الان هست من بتونم مایحتاج زندگیم رو برطرف بکنم؟ یارانه بنزین هم که ندارم، باید چی کار انجام بدم؟ میگم مشکلات و حرف هایی که دیروز ویدیوشو کلی براتون پخش کردیم.
اما از سرویس مدارس بگم، از سرویس مدارس که کلی هم سوال داشتین، حالا بعد از اینکه اینو خوندم یه پیگیری هم انجام شد براتون میگم، گفته حق کمیسیون سرویس مدارس طبق قانون اجرا بشه. این درخواست یک شهروند بوده، گفته طبق قانونی که خودشون تصویب کردن از مبلغی که دانش آموزان پرداخت، مبلغی که دانش آموزا پرداخت میکنن 25% به مدرسه و پیمانکار میرسه و الباقی که 75% به راننده تعلق میگیره. حالا با اینکه 25% هم براشون زیاده، ولی قانع به این هم نیستند و 75% راننده ها رو هم بهشون نمیدن، حتی چون مدرسه ذینفعه و مشکلات ما رسیدگی نمیکنه. بالاخره حالا گرمنده هایی داشتن. مشکل دیگرشون هم اینه که حتی پولی که از اولیا دریافت میشه برای این حق سرویس مدارس، میگه دیر برامون پرداخت میشه، یعنی به رانندگان دیر پرداخت میشه، نهم و دهم هر ماه میریزن. حالا ناراحتی ها و شکایت هایی بوده که اعلام کردن که چرا این اتفاق میفته. انشالله که این پیگیری هم انجام میشه و به موقع شما به حق و حقوقتون خواهید رسید. اما از سرویس مدارس گفتم، در مورد سهمیه بندی سوخت سرویس مدارس سوالاتی رو پرسیده بودین توی در روزهای قبل که من خونده بودن، براتون الان میگم. مهلت ثبت نام برای سهمیه سوخت سرویس مدارس تا پایان آذر اعلام شده. میتونین برین، یک سامانه اعلام شده بود که توی اون بعد ثبت نام بکنین متقاضیان دریافت این سهمیه. و ضمن اینکه راننده ها باید در سامانه حمل و نقل دانش آموزی یا همون سپند ثبت نام بکنید و برچسب سرویس مدارس رو دریافت بکنید تا از این سهمیه بتونید بهره مند بشید. اینم از پاسخ ما در مورد سهمیه بندی سرویس مدارس بود. به پایان حرفهای شما هشتگ حرف مردم رسیدیم. همچنان منتظر حرفاتون، مشکلات، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خواهیم بود تا یه آدرس هایی که برای شما ارسال شده بود توی تیزر برنامه‌مون هم حتی ملاحظه فرمودی در پایان برنامه هم البته خواهید دید. سپاس از همراهی شما خوبان. با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید. خدا نگهدار.